بنام خداوند مهربان و بخششگر. سلام و روز بخیری خدمت تک تک شما عزیزای دل که همیشه و همیشه با گل باکس تیوی همراه هستین. فاطمه محسنی هستم و خبرهای امروز ما: سریع و خشن شش به قلب گیشه سینماهای آمریکا حمله کردند و خبر دیگر در مشکلات روینا تندن در برنامه‌های تلویزیونی. مشروع خبرها: سریع و خشن شش به قلب گیشه سینماهای آمریکا حمله کردند. گیشه سینماهای آمریکای شمالی این هفته شاهد استقبال بی‌نظیر از فیلم‌های اکران شده بود. اکشن جنایی سری و خشن شش در حالی که نمایش خود را از 24 می آغاز کرده، در 4 روز اکران موفق شد به رکورد فروش 122 میلیون دلاری دست یابد. سری و خشن با کارگردانی جاستین لین و فیلمنامه کریس مورگان بار دیگر ماجراجویی‌های گروه تند و خشن را در 12 کشور دنبال می‌کند. بازیگران همچون وین دیزل و پل واکر، دواین جانسون و میشل در این فیلم حضور دارند. قسمت سوم خماری نیز نمایش خود را از 23 می آغاز کرده و موفق شد در اولین هفته اکران 62 میلیون و 500 هزار دلار فروش کند. این فیلم کمدی با کارگردانی تاد فیلیپس ماجراهای 3 کرکتر اصلی در مکزیک است که به همراه دوست چینی خود گروه ولد پک را تشکیل می‌دهند. در این قسمت خبری از ازدواج خوشگذرانی‌های مجردی نیست. برادلی کوپر، ایت هلمز و زاک کالفیاناکیس بازیگران اصلی فیلم هستند. و خبری دیگری داریم: مشکلات روینا تندن در برنامه‌های تلویزیونی. روینا تندن از برنامه‌های تلویزیونی به دلیل مصروفیت‌های زیاد خودداری می‌کند. بازیگر روینا تندن که قبلا در برنامه چگدی بچه در ارتباط بود و حتی برنامه تلویزیونی ایسی کنام زندگی را میزبانی کرده، علاقمند است تا یک نمایش افسانه‌ای در پرده تلویزیون داشته باشد، اما او میگوید وقت کافی ندارد تا در چنین نمایش یا برنامه اشتراک نماید. او میگوید که او چندین پیشنهاد را تا به حال رد کرده است. روینا گفت: من برنامه جنلیا آسسمان را تکمیل نمودم و باید منتشر شود. حالا من روی فیلم‌های تلگو کار می‌کنم که انقریب تاثیربرداریان در ایتالیا صورت گرفته. و در اخیر، پوسترهای مینیمالیسم چه هستند؟ میخائیل کراسنوپولیسکی یک طراح گرافیک از کشور لهستان است. عمدتاً فعالیت این هنرمند طراحی پوسترهای فیلم با کار گرفتن ساده‌ترین طرح و شکل و استفاده از قانون فردیت در پوسترهایش است. با گونه‌ای که موضوع اصلی داستان در قالب چند خط ساده بیان می‌شود، او با تازگی طرح متفاوت برای قسمت هفتم جنگ ستارگان که هنوز در مرحله پیش تولید است ارائه کرده است. این طرح‌ها با اصطلاح مینیمالیسم نامیده می شود. کاربرد طرح‌های مینیمالیسم معمولا در فیلم‌های با مضامین ماجراجویانه، پرهیجان، جنایی و روانشناسی است. مانده نباشید. تا خبرهای بعدی، خدا نگهدار.